الان صحبت کردن هم بهش دردی نمیخوره. چرا خیلی شایعات چی باید صحبت کنی؟ نمونی باشگاه نمیمونی هم سکوت کنم تیم تو آشه نره جرایت خوب همه چی درست میشه تحکیبت مشخص نشد بلاخره میشه سکوت کنی بهتر همه خب صحبت بکنم چی هیچ مشکلی هم نیست فقط تبایی کنم که یه خب جلو الان تو لیست تیم نیستی اینا خب حالا تصویص هم مربی ها الان یکم بریم فقط حرف هم اینه یکم عوادار هم قضاوت نکنیم خب الان فرصت این که بخوای گروه میتونستیم حالا گلای بیشتری هم بزنیم به نظر من ولی خب مهمی بود که بتونیم برنده بازی باشیم سه تا بازی سه تا برد شما رو مدعی نشون داده از ابتدای کار خب ما بازی به بازی داریم میریم جلو امیدوارم که هر بازی شرایط خوبی داشته باشیم بتونیم نتیجه کامل رو بگیریم قدر آخر هم خود در حدش رو خود همون بشیم آره بعد از خط میانی هم زیاد آراحت نه من یه خورده سرماخوردگی دارم بخاطر همون یا خود سه فاصله بگیریم آقا ترافیک خط میانی استقلال هم زیاده این فصل ما زیاده دیگه اون یه مربی بپرسیم تعدادمون زیاده آره فکر کنم یه هفته باشه استقلالی فاز از الان نمیتونم که 27 هفته رو ببینم روند تیمو چطور میبینی کلا خب روند تیم روند خوبیه با اینکه تغییرات زیادی داشتیم ولی خب به یه هماهنگی نسبی رسیدیم این امتیازات اول فاز خیلی مهمه چون به نظر من فاز دوم امتیاز گرفتن از تیم خیلی سخته و اینکه امیدوارم حالا ما این شرایطو بتونیم ادامه بدیم وقتتون بخیر چطور بود بازی آقا خدا رو شکر بازی رو بردیم الحمدلله شکر اصلا ناراحت بودی چند روز پیش نه یه سری مشکلات نه یه سری مشکلات شخصی بود شخصی مالی اینا داشتم خاطر هم یه ذره هندل کردنش سخت بود شایعه شده فولاد می‌خوای بری اونا استراحت بدی آقا نه هیچ چیزی نشده اصلا نه من که اینجا آقای مزاری مگه باشگاه پول خوبی به شما ندادی یه چند وقت پیش از این نظر میپرسم که میگین مشکل مالی داشتی نه مشکل مالی یعنی شخصی خودم آها مشکلی هست آره یه اگه سوالی هست من در خدمتم فکر می‌کنید جای خودتون رو تو ترکیب اصلی می‌گیرید پارسال چون فصل رو فیکس شروع کردین دیگه ببینید آقا فرهاد دیگه خودشون تشخیص میدن دیگه هر موقع صلاح دونستم من تو دروازه هم به تیم کمک می‌کنم هر موقع هم که صلاح نبود خب کنار تیم میمونم و به تیم انرژی مثبت میدم قربونت برم حضورتون در ترکیب اصلی اول تبریک میگم به هوادارا کادر فنی بازیکنان و مدیریت خدا رو شکر سه امتیاز هم تموم بگیریم باز یه نکته خوبی که هستش گل خورده نداشتیم خدا رو شکر مهم اول فصل فکر میکنم سه امتیاز هست شرایط تیم روز به روز بهتر میشه حالا خدا رو شکر این سه تا بازی رو بردیم اگه بتونیم بازی با فجر هم سه امتیاز رو بگیریم بعد میشه تو نقاط ضعفمون کار کنیم میگم مهم سه امتیاز رو بازم تبریک میگم به تو پوست افک دفاعی راحتی اینجا بازی میکنی مشکل خاصی نداری واقعا والله فوتبال که هیچش راحت نیستش این راحتی نه مشکلی نیستش مشکلی نیست همه چی خوبه میگم فقط باید همه تلاش کنیم که بتونیم همین روند پیروزی ها رو ادامه بدیم آقا چشمه یه خورده خودتون قبول دارین که تیمتون در واقع تماشاگر پسند بازی یه خود روند حمله هاتون شاید خوب نباشه فعلا قبول شما همه بازی ها رو میبینی؟ بله بله کدوم تیم ها تماشاگر پسند بازی میکنن؟ سپاهان فقط اونم باید شرایط بازی شما ببینیم ما نیمه اول فکر کنم مشکل ما نیمه اول چند تا موقعیت گل داشتیم اگه می‌زدیم ما هم شاید نیمه دوم روز سه گل چهار گل می‌شد ولی میگم ابتدای فصل مخصوصا برای تیم ما که بازی دوستانه کمی داشته فکر می‌کنم مهم سه امتیازاست ان شاء الله روز به روز سعی می‌کنیم بهتر شیم و قطعا هم این اتفاق می‌افته خاصه شما پنالتی بزنی پنالتی نمی‌خوای بزنی وریا هستی که می‌زنه دیگه چه مشکل اتفاق خوب می‌افته ما آخه می‌بینیم یه عادت بعدی که داریم یکی پنالتی خراب می‌کنه که بعد نفر بعدی اتفاق اونم تازه وریا بازی قبلی پنالتی رو گل کرد فکر می‌کنم تکرار اون صحنه اصلا هیچ موردی نداشت این یه ذره اخلال ایجاد میکنه تو روند پنالتی ولی ان شاءالله درست میشه اونها سومین پیروزی تو سومین بازی صحبت می‌کنید در مورد شرایط تیمتون خدا رو شکر شرایطمون خیلی خوبه حالا با توجه به نتایجی که گرفتیم سه هفته سه برد بدون گل خورده به نظرم خیلی شروع خوبی داشتیم ولی خب چیزی که از ما اینو امتیاز پشت سر گذاشتیم باید دیدمون رو به جلو باشه آماده بشیم با سه بازی بعد بازی با فجر که انشالله بتونیم با 12 امتیاز به استراحت فصل به استراحت این فصل لیگ بریم و بتونیم آماده تر
فصل رو ادامه بده. استقلال همیشه هفته اول امتیازات زیادی رو از دست میده، ولی امسال برخلاف این روی عمل کرد. اما خب اون بازی چشم نواز رو ندیدیم. فکر می‌کنم تیم به این شرایط رسیده که فقط 3 امتیاز رو فعلا جمع کنه. بازی چشم نواز چی؟ بازی هنوز اون روند خوبش رو استقلال پیدا نکرده. خب من این قضیه رو موافق نیستم. ما حالا امروز میگم ما 4 روز پیش یه بازی سنگین تو اصفهان بازو با هم داشتیم. آمار دوندگی بچه‌هامون تو بازی قبل اینقدر بالا بود که من خودم شخصا همچین چیزی تا حالا توی تیمایی که بازی کرده بودم ندیده بودم، همچین آمار دوندگی. بچه‌هامون خیلی زحمت کشیده بودن. به نظرم امروز یه مقدار خسته بودیم، ولی خب موافق این قضیه نیستم. نیمه اول 3-4 تا موقعیت خیلی خوب داشتیم که اگه اونا گل میشد به به و چه چه بود همش. آقای مهدیپوری یه خورده قرعتون اول فصل خوبه که این باعث میشه که شما خیلی ملزم باشین که امتیازها رو جمع کنید برای بازی‌های سخت‌تر. خودتون این موضوع رو قبول دارین؟ تو 4 هفته اول مثلا با 2 تا تیم لیگ یکی بازی میکنین، خودتون این موضوع رو قبول دارین؟ به هر حال تیمایی که لیگ یک هم اومدن لیگ برتر به نظرم تیمایی خیلی قابل احترامی هن و به نظرم بازی‌های سختی هن. ما هم با تیم هوادار بازی سختی داشتیم، هم قطعا با تیم فجر، تیم قدیمی ها ریشه داره فجر، قطعا بازی سختی پیش رو داریم، ولی خب چیزی که از ما استقلالیم همه بازی ها رو باید بریم ببریم، حالا هر تیمی که باشه. خیلی ممنون.